أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. تشكيل خانواده مقدس. از ازدواج عبادت. اولین نقش ازدواج هم تو نمازه. کسی اگر همسر نداشته باشه یه رکعتش یه رکعته، همین که ازدواج کرد یه رکعتش بوده 70 رکعت. ازدواج عبادته. طلاق پسترین و بدترین و مبغوزترین. حدیث دیشب دیدم کسانی که چند بار طلاق بدن بدترین آدمان. بدترین آدمان. امام حسن محبوبیت پیدا کرد. به معاویه گفتن محبوبیت امام حسن زیاده. میره خونه فقرا غذا میده. شما بگفت بگید که هر جا میده غذا میده این زن اونجا رو صیغه کرده، ازدواج کرده. و میره قضاشو میده، صیغه‌شو میکنه، بعدم طلاقشو میده. و لذا گفتن بعد از تشییع جنازه امام حسن 400 تا زن طلاق داده شده تشییع جنازه. از دروغای شاخدار شاخدار شاخدار. خداوند متا اینو معاویه در آورد برای امام حسن که محبوبیت امام حسن رو کم کنه. حالا ازدواج یه آرامشی لتسکنو، تسکنو سکینه، آرامش. همسر وسیله آرامشه و حفظ دینه. اگر آدم عادی ازدواج کنه نصف دینش مربوط به ازدواجش، اما اگر زود دختر شوهر کنه و زود پسر دوماد بشه نصف دین نه، دو سوم دینش. از 90 تا 45 تا اگر در حال طبیعی باشه، اگر زود عروس شد و زود دوماد شه از 90 تا دو سوم. کمک کنین 60 تا. یکی میگم کمک کنید کلاسداری منه. وقتی میگم کمک کنید به ست من یه نفسم میکشم. سعدیا مرد نکونام شما بگونه میدرده باید من یه نفس بکشم، هم به نفع منه هم ذهن شما فعال میشه، کلاس اشتراکی اداره میشه، ذهن شما فعال میشه، منم نفس میکشم. خب حالا ازدواج مال نسله، تولید نسل. پرشب چین تلویزیون نشون داد که بعد از سالها که گفتن یه بچه بیشتر نباید داشته باشید، حالا گفتن نه بیش از یکی داشته باشید. در نسلشون دارن نسل پیر میشه. قرآن میگه، آیه قرآن بخونم از او آیاتی که میفهمید. بعضی آیات عربیه ولی فارسی میفهمن. کنتم قلیل. یعنی چه؟ شما کم بودید، قلیل. فکثرکم. شما رو زیاد کرد. خدا منت میذاره که آمار شما کم بود، یعنی خدا منت میذاره بر ما که شما آمارتون بالا رفت، منته. یه مناجات هم داریم که ناله میکنه از کمی جمعیت، میگه آه من فقد نبینا، نبی ما پیغمبر ما رحلت و غیبت ولینا، امام زمانمون هم که غیبه و قلت عددنا، عددنا هم کم کمه. یعنی در مناجات از عدد کم ناله میکنه، بر عدد زیاد منت میذاره. من با این دین چه کنم؟ گفت آخه مشکلات اقتصادی. گفتم مشکلات اقتصادی کار بهتر کنی. چه اشکال داره که ما تو دانشگاه یه ترم دو ترم برای جوانها یه هنر یادم که اگر استخدام نشد تو خونه زمینگیر نشه. هر دختری تو این دیپلمی که میگیره تو آموزشش یه هنر یاد گیره، تو دانشگاه هم هر دختری یه هنر دوم. یعنی دیپلم ما یه هنر مهارت، لیسانس ما دو تا مهارت. پسر و دختر اگر استخدام شد الحمدلله، اما اگر استخدام نشد تو خونه فلج نباشه، عقده‌ای بشه، گناه بشه، معتاد بشه. چرا ما هنر یاد این نمیدیم؟ هنر یاد بدیم. آقا این چوبو بگیر، اگر مثل پدرت یه در پنجره ساختیم ما مدرک لیسانست میدیم. از کار را عیب میدونیم، پشت میز را کار میدونیم. مشکل فکری ما داریم. یه کسی آمده بود دکونه لیوان فروشه، لیوان فروشه لیوان ها را دمر گذاشته بود. این اومد رد شه همچی که گفت آقای لیوان فروش، گفت بله. گفت این لیوان شما چرا درش بسته؟ بله که گفت تشم که سوراخه. گفت بابا دیده دکی درست کن لیوان همچی که دوتا اشکالت بطرف میشه. ما کار را عیب میدونیم، مدرک را فضیلت. مخ باید عوض کرد. مشکل اعتقادی و فکری داریم. بچه دار نمیشه، میگیم چرا بچه دار نمیشه؟ خرجی از کجا بیارم؟
یا ازدواج نمیکنم که خرجی کنم، یعنی یکی خرجی میکنم میدونن چه، یعنی خدایا اگر یکی باشم تو قدرت داری، خب همسر بگیرم دو تو بشیم از کجا قدرت داری؟ اگر یه بچه دارم تو قدرت داری، چهار تا بچه از کجا قدرت داری؟ شعارهای غلطی میدن. آدم بچه کم داشته باشه بهتر به تربیت بشه. دروغه، دروغه، دروغ. آدمایی داریم 10-12 تا بچه دارن، یکی از یکی دیگه بهتر. آدم داریم دو تا بچه داره، دو تا هم جونوره. ما هیچ دلیل علمی، عقلی، تجربی نداریم که اونا که آمار بچه‌شون کمتره چی؟ تربیتشون بیشتره. حال کار نداریم، فکرمون عوض شده، نگاهمون عوض شده، یا اینه که سرخ زده همه شرقه ما رو لبون بینیم. بابا این شرقه من اینه که دعوست کن، یا اینه که سبز داریم همه کاها رو علف میبینیم. گیر تو اینه که معنای تولید چی چیه؟ معنای مصرف چی چیه؟ معنای عزت چی چیه؟ فکر می‌کنیم اگر خونه استقلال داشته باشیم، ماشینم و خونم و محلم و کجون باشه، با فلان خامل ازدواج کنیم، عزیزیم. اگر اینا نشد ذلیلیم. خب این معنای عزت و ذلت رو ما نفهمیدیم. حالا خیلی باید کار بشه، باید کتابای ما زیر و رو بشه. اول مبنای عقلی، مبنای وحیی، بعد سخنهای دیگر رو همه رو با این مت کنید. سعی کنید یه اطلاعات اسلامی داشته باشید. اول ببینیم چجوری آشتی بدیم، با چه کلمه ای، یعنی با دوره ببینیم. بیرو درواسی، بیرو درواسی. حضرت امیر گاهی وقتا وسط سخنان میزد تو گوش خودش، فزر با الاخده زد تو گوش خودش برای که مردم داغ کنه. پشت میز و اداره و بخشنامه و گزارش و تو اینا حرکت نیست. فزر با الاخده گاهی تو سخنرانی نعره میکشد، این ابن تیهان، این نزد شهادتین، ناله میزد. اینا فرمولاشه. خدا رحمت کنه امام جمعه کاشون آیت الله یثربی بود، دو تا از هیئت‌های عزاداری با هم دعوا داشتن، آوردشون اینا رو آشتیشو بده، یه بار نرفتن. خب ایشون هم پیرمرده، حدود 80-90 سالش بود، تا دید اینا آشتی نمیکنن امامشو بعد زد به زمین، گفت پس من سید چه کنم؟ دو تا زد تو گوش گفتن آقا، آقا تو به جدت، تو رو به جدت نمی باشته، آقا به جدت نمی باشته نمیکنیم. قبل از این که وارد کار میخواست بگی خدا یا تو که میدونی من ضعیفم، من خودم هم اترس پشه میرم تو پشه من حافظ من بگیری اسم من فراموش میکنم، من ضعیفم، تو خودت هر جوری رضای خودت، خودت دل اینا رو جوش بده. چت خدا رو ببین، دل رو بچاب. یک توسلاتی، یک ارتباطاتی باید باشه. ای تو که من سال چند دومه مینار ممکنه 20 سال کار بکنی موفق نباشی، ممکنه یک کسی خیلی هم ساده باشه موفق باشه. هر چی صفا بیشتر باشه بهتره. ازدواج در اسلام مقدسه، ازدواج عبادته، طلاق منفوره، کسی که مکرر طلاق بده بسیار آدم بدیه، حلاله. ببینیم حالا ازدواجم طلاقم با چه کم؟ اگر بگیم اصلا طلاق نباشه که خب، حال گاهی وقتا واقعا هم نمیخورن. شما اسفناج رو با گلابی نمیتونی پیوند بدی، حالا همه دانشمندان کره زمین هم چند بشن، این نژاد با اون نژاد نمیخوره. خب پس نباید بگیم طلاق نباشه. این روشی که الان تو جمهوری اسلامی هست که تو عقدنامه نوشته مرد حق طلاق داره و زن هم حق طلاق داره بشه، یعنی اگر مرد معتاد شد زن خودشو نجات بده، اگر مرد یه شغل پست رو انتخاب کرد طلاق. یه 10-15 تو امضا هست که دیدید که این الان یه چیزیه که تقریبا نسبتاً خوبه، نسبتاً خوبه، ولی اصلا نباید به طلاق گذاشته بشه. ما آخه داریم والکاظمین الغیظ، یه خود آدم با دندون سر جگر بذاره. من یه خاطره رو یه بار دیگه هم تو تلویزیون گفتم، شاید هم دو بار گفته باشم، ولی من دیشب با این رفیقمون گفتم که بحثایی که 10 سال ازش میذاره یه بار دیگه بگیم. آخه نمیدونم 10 سال پیش من خربزه خوردم. زیادی گوشد این خاطره قشنگ، فیلمش هم کردن به نظرم، یا میخواستن فیلمش کنن.
اوایل انقلاب بود، شهید مهراب مدنی شهید شده بود و امام جمعه همدان آیت الله موسوی بود، خدا رحمتش کنه. من تو نهضت سواد آموزی نشسته بودم، فکر کردم که پاشم برم همدان سر بزنم. حالا نمیدونم چطور شد بسن افتیدی چی، پا شدم و رفتیم همدان و غروب رسیدیم و رفتیم خونه امام جمعه. به طور طبیعی مهمون میریم، میریم خونه امام جمعه. یه پیرمرد اومد گفت حاج آقا من شما رو بارها و سالها تو تلویزیون دیدم، خیلی خوشحالم بیرون شیشه دیدم، امشب بیا خونه ما. گفتم ممنون. گفت نه ممنون نه، بیا. گفتم نه ما نمیتونیم بیام، چون ترور مرور بود، یه مش پاسدار داشتیم. گفتم من پاسدار دارم. گفت با پاسدارا بیا. گفتم من مهمون امام جمعه ام، باید او اجازه بده. گفت امام جمعه بیا. گفتم اونم پاسدار داره. گفت همه تو بیاید. بعد ما صف گفتیم نه. گفت آقا چرا میگی نه، من پدر دو تا شهیدم، حق ندارم یه مهمونی به تو بدم. تا گفت پدر دو شهیدیم، ما گفتیم باش. غذا داری برای مثلا جمعی که هستیم؟ گفت بله. با امام جمعه صحبت کردیم، من آیت الله موسوی پا شدیم و با پسرا رفتیم خونه شو، یه خونه تنگی یه اتاق نشستیم و از پسراش داشت قصه میگه که چه پسرا خوبی داشتن. ما هم خب مهمون بودیم، گوش میدیم. همینطوری که گوش میدادیم یه پیرمردی با دو اومد، با دو دوید اومد تو اتاق، منو تو بغل کرد و خوشحالم میبینمه، نشست و اصلا بدونی که بگه این صاحب خونه داشت چی میگفت، از پسراش قصه نقل میکنم، ما در حال شنیده بودیم. داوید منو تو بغل کرد، بوسید بغل ما، نشست حرفا رو قیچی کرد، گفت منم یه پسر بیشتر نداشتم، بچه هم همه دختره، یه پسر خدا به من داره، این پسر من یه تهریشی داره، معلمه تو مسجد سر کوپن، یه کسی آب دهن انداخت به ریش پسر من. گفت این جمهوری اسلامیه، همه چیز کوپنی شده، آب دهن انداخت. بعد شای بسیج محله و نمازخونه خواستن بزننش، گفت آقا قرآن چی میگه؟ دهن دو سر زیگر بذار. والکاظمین الغیظ. یه خورده خودت نگردار، میدونی اگر غیظ نگردی خانم زود میرم، میرم دادگاه پدرم در میارم، وکیل میگیرم داغونت میکنم. بابا خانم قورتش بده، آقا مرد قورتش بده، حالا یه غلطی بوده چش نده. میگفت بچه ها خواستن بزننش، گفت نه، ایشون عصبانی شده، یه دستمالی داره برد و با این دستمال آب دهن اونو پاک. خب مردم رو ساکت کرد که حمله نکنن به ای آقا. بعدم این جوان معلمی که تیریشی بود و که آب دهن به صورتش افتاد، اینم رفت جبهه و شهید شد. حالا و آقایی که آب دهن انداخته اومده پلو من پدر، میگه من شرمنده هستم، تو من حلال کن. گفتم حلال. چه پسر خوبی داشتم، چه پسر خوبی داشتم، هم جلو غیظش گرفت، هم در جبهه شهید شد. الحمدلله 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 الحمد و مرد. ما گفتیم چی شد؟ با آقای موسیقی گفتم اصلا چطور شد؟ من اتیارو بودم همدان، این پدر دو شهید کی بود؟ من آورد اینجا، این یکی یکی بود که دوید حرفا رو قیچی کرد، قصه پسرش رو گفتم مرد. اصلا ما کلافه شدیم اون شب، تا صبح خوابم نبرد. یعنی حیفی کنم کسی به من توف بندزه، حاضرم بگم والکاظمین الغیظ، غیظ نگه دارم. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، منقلب شدم، آمدم قصه رو تو تلویزیون گفتم. یکی دو رو بعدش دیدم یه پیرمردی آمد گفت آقای معلم همدانی که تو جلسه پدرش قصه شو نقل کرد و مرد، من این قصه رو پا تلویزیون شنیدم منقلب شدم. اینا چه به کجا رسیدن؟ در جهاد اصغر میرن جبهه، در جهاد اکبر جلو نفسشون رو میگیرن. والکاظمین الغیظ. من پیر شدم 80-90 ساله، من ثروتی هم دارم، هیچ کاری نکردم. من معلم همدانی رو که شنیدم گفتم خاک بر سر من، تو هم شدی آدم؟ چه خدمتی کردی؟ از پول چه فایده‌ای داشتی؟ کجا جلو نفست گرفتی؟ من اومدم تمام اموالمو وقف نهضت سواد آموزی کنم. گفتم چی داری؟ بعدش خیلی خوبه. گفتم خمس هم تا حالا دیدی؟ گفت نه. گفتم خمس واجبه، وقف مستحبه، شما اول باید واجب انجام بدی بعد مستحب هم انجام بدی. یعنی از این فرض کنید 100 میلیون 20 میلیونش خمس بده، 80 میلیون مال خودت بشه میره بهش، اما اگر کل 100 میلیونم وقف کنی بعدم میره جهنم، چون واجب باید انجام بدی. گفت یعنی چی؟ گفتم هیچی، برو خمس بده پولات مال خودت.
خداحافظ. پاشو رفت. باز دیدیم بار دیگه اومد، گفت آقای غلطی ما ندیده بودیم، یعنی نشینده بودیم آخوندو بیان پولش بدن نگیره، تو چه نژادی هستی؟ گفتم من که تو رو نیوردم، اون معلم همدانی او تو رو آورده. من قصه اونو گفتم، تو تحت تاثیر حرفا من که نفسی، تحت تاثیر حرفای اون معلم قرار گرفتی اومدی، پس خون شهید تو رو آورده. منم به عنوان حجت الاسلام باید از اسلام بره تو بگم، نه که به نهضت سوادموزی به نفع نهضت هست یا نه. گفت حالا که تو شد هم خمس میدم هم انبالم وقف کنم. گفتم اول خمس رو بده مال تلالشه. خب خمسش رو داد و به مرجعی که خمس داد یه خورده مرجع پول بره من فرستاد. اگر هم نیاز داری پلود باشه یه جایی که فکر میکنی باید خرج کنی امام زمان راضیه خرج کن. ما این پول رو داشتیم، اونو اوائل انقلاب هم بود. یه بنده خدای رفته و برزید اونجا جوانای دانشجو رو دعوت کرده بود و ذبح اسلامی و راهپیمایی قدس و نماز وحدت و بعدم به دانشجوها گفته بود تو دانشگاه ها بگید یک اسلام شناس اومده برزیل، هر کی اعتراضی به اسلام سوالی داره من جواب میدم. این دانشجوها شده بودن دلال، اساتید میدن سوال جواب سوال جواب. یه هشنو ما موند، 30 نفر به اسلام مشرف شدن، نیم کیلو طلا خانوما بره جبهه دادن، کارای زیادی شد. حالا آمده بود ایران میخواست بره، گفتم پول هواپیما ده، یه پولی پلو من هست، گفتن کار خیره، به نظرم که تو کار خیره دیگه، این پولو بگیر مال هواپیما. ایشون خاطره ای که نقشه گفت یکی از اساتید دانشگاه جلساتی با ما صحبت کرد دور چندم مذاکرات بنا بود فلان روز بیاد، نیومد. گفتیم چرا نیومده؟ گفتن بیماره. رفتیم بیمارستان، عیادت اون رئیس دانشگاه، عیادت اون استاد دانشگاه، رو تخت خواب نشست و باز چند تا سوال کرد و جواب دادیم و گفت قبول دارم اسلامو، چجوری باید مسلم بشم؟ گفتم آغازش دو تا کلمه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد و محمد. ایشون شهادتاً گفت و مسلم شد و اینم تو بیمارستان مرد. من گفتم چی شد؟ یک آب دهن به ریشه یک معلم میفته در همدان، معلم جوش میاره، این جلو به نفسش میگیرم، این زن و شوهرای که جوش میارن میرن دادگاه میخوان طلاق بگیرن، وکیل میگیرن بره شوهر، شوهر وکیل میگیره بره خانم، دارن بره اونا حرف میزنن. یک آب دهن میفته به صورت معلم، ایشون جوش میاره، جلو به خودشو میگیره، با دستمال پاک میکنه، میگه والکاظمین الغیظ، نمیذاره بچهای حزب الله انتقام بگیرن. بعدم جبهه شهید میشه. خدا به دل قرائتی میندازه، پاشو بر همدان. چش. پدر دو شهید را وادار میکنه منو از این محله همدان ببره اون ور همدان. سه. به پدر این معلمی که شهید شده میگه زود برو. پلو من نشست، حرف رو زده سکته که. اگر یواش میمد، دیر میمد نمیرسه. تون دوید. حرفاش رو زد و مرد. من او شب تا صبح خوابم نبرد، تحت تأثیر قرار گرفتم، قصه رو تو تلویزیون گفتم. اون پیرمرد آمد خمس مالشو داد، اموالشو وقف نهضت سوادآموزی که ما اونجا یه تربیت معلم ساختیم در ملارد کرج، یه تربیت معلم شهید با هنر ساختیم برای آموزشیارهای نهضت سوادآموزی، هنوز هم چند هزار متره. از این پول خمس مقداری خرج هواپیمایی کسی شد که استاد دانشگاه مسیحی در کشور برزیل مسلمان شد. اوه، یک آب دهن همدان میفته، یه استاد دانشگاه برزیل. چه خبره ای عالم؟ چرا ما برای خدا کار نکنیم؟ روز قیامت به قدر قصه خواهیم خورد که کارهایی که برای مردم کردیم اگر برای خدا میکردیم حالا چه آثاری داشت تا قیامت. نکتب و مقدم و آثارهم. کار شما کار مهمیه. بهتون بگم اگر دو نفر که با هم قهرن شما آشتشون دادی از همه نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی ثوابش بیشتره. یا بار دیگه میگم اگر کسی موفق شد دو نفر که با هم قهرن آشتشو بده، حتی گاهی وقتا پول از خودت بده. دو نفر شیعه با هم دعواشو شد، مفضل اومد بره دید اونا با هم دعواشون، گفت چتونه؟ معلوم شد سر یه مسئله مالی، بگو آقا گیرش اینه، بیا من میدم. پولو داد و اینا رو آشتی داد. بعد گفت ببینید این پول مال من نیست، امام صادق یه پولی در اختیار من گذاشته.
گفته اگر دیدید دو نفر با هم قهرن و با مسئله پول قصهشون حل میشه، اینا رو آشتی بدید. خانم ما زود عجله نکنید، پیشنهاد طلاق ندید. حالا اگر هم یه وقت هم اشتباه شد طلاق دیدید، باز شوهر اول بروید. قرآن یه آیه داره میگه بازم شوهر اول، آیش اینه، بازم شوهر اول آیش اینه. بعولتهن احق بردهن، بعول بعل یعنی شوهر، شوهرای قبلی بهترن. تو شوهرای قبلی دیگه مراسم نداره، تالار جدید، طلای جدید، نمیدونم فامیل جدید، تازه از کجا معلوم میشه که دومی بهتری باشه؟ حالا اینو فهمیده چی چیه دیگه، همین کرد، حالا هر چی هست همینه کرد، دیدیمش دیگه. حالا دومی آیا بهتر خواهد شد؟ از کجا میدونه بهتر خواهد شد؟ از کجا میدونه بهتر خواهد شد؟ بعد وقت بچه ها، اگر بچه داشتن، بچه ها به دامن پدر و مادر برمیگردن. و بعولتهن احق بردهن، این کلمه رو من تو تفسیر دیدم عجب کلمه کوتیه، یه کلمه بعوله، بازم شوهر اول، برو سراغ شوهر اول. به هر حال زود دادگاه نروید. یک آب دهن در همدان میفته، اون طرف میگه والکاظمین الغیظ، غیظ خودش قورتش میده. به خاطر که غیظ خودش قورتش میده، به چه برکاتی میرسه؟ به چه برکاتی میرسه؟ زود تصمیم نگیرید، زود تصمیم نگیرید و اینها رو خداوند جبران میکنه. عرض کنم به حضور جناب عالی که یه صلوات هم بفرستید. چند تا دعا میکنم. خدایا به زن و مرد ما سعی صدر بده که همدیگه رو تحمل کنن، به زن و مرد ما حوصله بده که زندگیشون رو به خاطر کمد و میز و ماشین و قسط و داداشم چیه، داد خواهرم چیه، شوهر خواهرم چیه، این چشم هم چشمی رو در بین ما جور قرار بده که زندگی ها آتش بگیره، نسلمون آتش بزنیم برای که میخوایم کمد خونمون رنگ او بشه. سر یه چیزای قلف میکنیم، میگه شش تا بشقاب باید گلش یه جور باشه. بگیم حالا اگر یکی شکم میگه باید بریم بازار به نظر میدون شوش ایران رو زیر میکنیم که گل پشقاب ششم به او پنجتا، مثلا اگر گلش نخوره چی میشه؟ چه جور عمرمون آتش میگیریم سر چی چی؟ هر زن شوهری این کلمه رو بنویسه تو خونش بزنه، شد شد، نشد نشد، زندگی اونو تلخ نکنیم، شد شد، نشد نشد. خیلی تلخه به ما بگن در جمهوری اسلامی آمار طلاق بالاست، خیلی تلخه بگن شهرهای آمار طلاقش بیشتره که آدم توقع نداشت، خیلی برای آدم تلخه که بگن زنهای محجبه و نمازخونم به سمت طلاق دارن کشیده میشن. تو دیگه چرا؟ شد شد، نشد نشد. یک نسل رو داری آتش میزنی به خاطری که مامانت به من گفته این، حالی که مامانت گفته این، منم دیگه خونه مامان نمیام، هر وقت خونه خریدی من میام. خب بچه از کجا پول بیاره خونه بخره؟ خانما نفستون رو کنترل کنید، غیظتون رو فرو بشینید، خدا جبران میکنه. اون آقا در همدان جلو نفسش رو گرفت، بعد از مدتی استاد دانشگاه در برزیل مسلمون شد. نفستون رو کنترل کنید، بگذرید، ببخشید، خدا جبران میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.